سلام، در 11 قسمت از مجله ویدیوی کافه دانشگاه اول از همه سراغ خبرهای مهم و داغ هفته گذشته میدیم. از تکرار افتخار آفرینی محققان دانشگاه در جشنواره رازی تا بازدید دکترزادی از یکی از باسابقه ترین خبرگزاری های کشور. در 25 جشنواره رازی برای 7 سال متوالی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به سرپرستی دکتر مرتضویان عنوان برگزیده نخست این بخش را از آن خودش کرد. همچنین دکتر آرش خجسته رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی هم در بخش ابداعات و اختراعات رتبه 3 را به خاطر تولید استخوان نیمه زنده کسب کرد. دکتر زالی در بازدید از خبرگزاری ایرنا ضمن اشاره به اهمیت انتقال اخبار پیشرفت‌های پزشکی که باعث ایجاد نشاط بین مردم میشه، از تلاش سید ضیاء هاشمی مدیر عامل ایرنا، خبرنگاران و کارشناسان این خبرگزاری قدردانی کرد. اما هفته گذشته در حاشیه مراسم تجلیل از مقام پرستار، دکتر زالی علاوه بر تقدیر از تلاش بیوقفه پرستاران، هدیه کوچک نیز به کودکان این خانواده بزرگ اعطا کرد. امکان درمان ناباروری که این روزها گریبانگیر خیلی از زوجهای جوان شده، با کمترین هزینه و پیشرفته ترین تجهیزات در بیمارستان وحدی فراهم شده. ما این بخش IVF رو از سال 82 به صورت فعال شروع کردیم با پذیرش بیماران نابارور و کسایی که دارای سقط‌های مکرر هستند، مشکلات عمده‌ای در باروریشون دارن و خوشبختانه از اون روزی که ما شروع کردیم تا به الان سیر رو به افزایشی در پذیرش بیمارانمون، استفاده از روش‌های پیشرفته که میتونیم استفاده بکنیم در تشخیصشون، در درمانشون، اینها داشتیم، خدا رو شکر. ما در بیمارستان مهدیه در بخش نازایی مرحوم صبوری جمعی خدمات درمان‌های کمک باروری رو به بیمارانمون عرضه می‌کنیم. معمولاً قدم اولی که بیماران به ما مراجعه می‌کنن، مشاوره اولیه‌ای که انجام میشه با فلوشیپ نازایی، مشخص می‌کنیم که بیمار به چه درمان‌های حمایتی همراه نیاز داره. گاهی اوقات احتیاج داره که زوج هم تحت درمان با کمک همکاران اورولوژیست ما قرار بگیره. گاهی اوقات احتیاج به درمان‌های حمایتی داریم که توسط تیم روانشناسی ما که در بیمارستان فعال هستن، این تیم درمان‌های لازم رو به بیماران ارائه میدن. گاهی اوقات احتیاج به مشاوره تغذیه جهت کاهش وزن یا ندرتاً افزایش وزن وجود داره که همه این خدمات در بیمارستان مهدیه و تحت لوای بخش نازایی به بیماران ارائه خواهد شد. ایام امتحانات بهونه‌ای شد تا سری زدیم به خوابگاه پسرونه امیرآباد تا ببینیم حال و هوای دانشجوها این روزها چجوره. دانشجو که توی طول ترم درس نمیخونه از بقیه‌اش بپرس. خب الان 8 صبح ما کلاس داریم. خب 7 سرویس میاد. ما حداقل 6 و نیم باید بلند بشیم یه چم بیام. یه چای درستون بخوریم، من مثلا بهمونم نمیکنیم. همون 6 و 45 بلند میشیم، سری لباس میشیم، 7 میریم. بعد از اون ور 2 تموم میشه. بعد تا بیام خونه حدود 3 و نیم 4 میشه. بعد 4 خسته میایم خونه، یه 2 ساعت میخوابیم حداقل. نه شام بخوری با سنگی میشی. باز کارت میده. بچه‌ها حرف میزنید، بچه‌ها هستند که حرف بزنید، تموم شد. میشه ساعت 11 12 شب بخیر. ببینید ما الان پسریم خب و بزرگ شد. اصلا نمره بده پاس شیم. تو به خدا ببین آقای صبر کن آقای شما اگه همین امشب زنگ بزنی بگی من 10 میدم پاس میشی، من نمیام امتحان شنبه. به خدا نمیام. باور دارم. تصور اون از خوابگاه خیلی داغون بود، بهتر شد خب؟ بعد تصور اون از دانشگاه خیلی خوب بود. دیگه نمیام. نه، صبر کن میخوام بگم صبر. در چی میخواد؟ آقا شفاف سازی. اصلا واقعا از تصورمون کاملا جدا بود که
ما قراره بیام اینجا بریم داخل دانشگاه دانشکده تمام بخشی داخل نظام آباد. آهنگ خداحافظ چی رو بذاریم؟ خواجه امیری آنسان تو بچنگی. آره بای بای هر ساله به مناسبت ایام دهه فرج مسابقات ورزشی در دانشگاه برگزار میشه. کارکنان دانشگاه هم این روزها خودشون رو برای انجام این مسابقات آماده میکنن. همین موضوع بهونه ای شد تا پای صحبت‌های آقای عالی، یکی از مدیران پیشکسوت تربیت بدنی دانشگاه و از پیشکسوتان عرصه ورزشی کشور بشینیم. آقای عالی سالهای زیادی رو در دهه‌های 70 و 80 مدیر امور تربیت بدنی دانشگاه بودند. ایشون همچنین سابقه مربیگری تیم‌های ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی در رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان رو دارند و مجموعاً 6 بار به عنوان مربی تیم‌های ملی و 3 بار هم به عنوان مربی تیم ملی دانشجویان کشور رو قهرمان جهان کردند. اول اینجا یه دونه اتاق ما داشتیم تربیت بدنی و فوق برنامه با هم ادغام بود. مجموعه نداشتیم، از مجموعه‌های دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها استفاده می‌کردیم. اینجا یه زمین خاکی بود، بعد زمین آسفالت شد، بعد این سالن ساخته شد، بعد تربیت بدنی ساخته شد. سال 73 اولین المپیاد برگزار شد که با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران در کوه دانشگاه برگزار شد. ما تو اون المپیاد دانشجوی دختر اون مقام اول رو به دست آوردن و دانشجوی پسر اون مقام دوم رو به دست آوردن. 8 رشته ورزشی برای خانوم ها بود و 10 رشته ورزشی برای آقایون. این کارنامه ای هستش که در طول این سالهایی که اینجا انجام وظیفه کردم جمع‌آوری کردم و افتخاری برام، چون بچه‌های توی دانشگاه اکثرشون توی این عکساشون توی این مجموعه هست. این مسابقات سال 98 جهانی تهران هستش که اول شدیم، قهرمان جهان شدیم و به اتفاق کل بچه‌ها رفتیم خدمت آقا و این افتخاری هستش برای کل بچه‌های تیم ملی و خود من. من خواهشم اینه که کلیه دانشجوهای عزیز خودش رو با ورزش کردن بیمه بکنن که بتونن در آینده یک پزشک خوب، یک کارشناس خوب، یک پدر خوب، یک مادر خوب باشن، چون همه این امکاناتی که اینجا فراهم شده فقط به خاطر سلامتی و بقای عمر این عزیزان ساخته شده. من بچه خودم بیشتر برای اینجا زحمت کشیدم، خیلی خوشحالم، چون سلامتی دانشجو و سلامتی جامعه باعث افتخار منه. خانواده همیشه به هم خون بودن نیست. خانواده خانه است برای رسیدن به هدفهای بلند که با هر تولد و هر عضو جدید دایره اش بزرگتر می شود. اعضای یک خانواده کسانی هستند که هر کاری می کنند تا لبخند شما را ببینند. گاهی هم خانواده مانند شاخه های یک درخت است که ریشه های آن یکی است. خانواده ما همیشه همینجاست. در قسمت‌های بعدی کافه دانشگاه قراره هر بار به سراغ یکی از اعضای خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بریم تا حرف‌های شنیدنی اونها رو براتون روایت کنیم. منتظرمون باشید. راه‌های ارتباطی کافه دانشگاه رو فراموش نکنید و سوژه هاتون رو برامون ارسال کنید.